بریم به قسمت یه مصاحبه اسکایپی با مسیح علی نژاد و خبرنگار تلویزیون رها محمد حسینی که پریشب یه گزارشی تهیه کردن که تو خیابون چند تا خبرنگار صدا و سیما رو دیده بودن که با هم دیگه میسی که حرفشون شد. مسیح، معمولا این قسمت برنامه تویی که برامون یه گزارشی داری، ولی خودت این هفته تبدیل شدی به یه گزارش. این تلویزیون رها دیروز از تو یه ویدیوی دیشب پخش کرد که به نظر میاد با خبرنگارای صدا و سیما تو لندن یه کمی حرفت شد. واقعیت این بود که خبرنگار تلویزیون رها دوستم هست، ما قرار کاری داشتیم با هم و خب دیدیم که خبرنگاران صدا و سیما دارن گزارش تهیه میکنن در مورد نقض آزادی بیان در انگلیس و به هر حال توسط دولت‌های غربی مثل آمریکا و دولت انگلیس که روزنامه گاردین رو تحت فشار قرار دادن. خب موضوع گزارش طبیعتاً خوبه و من همیشه استقبال میکنم که در مورد نقض آزادی بیان در هر جای دنیا ما گزارش تهیه بکنیم، خیلی هم عالیه. من فقط به عنوان خبرنگار رفتم جلو و خیلی با احترام ازشون سوال کردم که آیا شما موضوع گزارشی هم میتونین در داخل ایران تهیه بکنین در مورد اینکه همکارای ما در داخل زندان هستن، یا خود من به هر حال به عنوان قربانی نقض آزادی بیان دولت ایران و حکومت ایران هستم، نظرتون در این مورد چیه؟ پاسخی ندادن، دوربین رو پایین کشیدن. It's not different because you're covering about freedom of speech in England, but I am the victim of not having freedom of speech in Iran. خب این خبرنگارای صدا و سیما که خودشون تو اروپا کار میکنن، اینا واقعا مثلا فرق خبرنگاری بین ایران و اروپا رو نمیفهمن، یا اینکه کلا مثلا فکر میکنن مردم شوتن که دارن این دروغ دارن میگن، داستانش چیه؟ سامان، اینو در نظر بگیر که مخاطبای صدا و سیما کسانی هستن که در روستاهای دور خیلی شاید دسترسی به ماهواره نداشته باشن، خیلی شاید دسترسی به اینترنت نداشته باشن، یک بخشی از جامعه سنتی هم هستن. اونها هدفشون در واقع یک جوری متقاعد کردن در واقع اون بخش از مخاطبانشون هست که بهشون بگن که دولت‌های غربی هم روزنامه‌نگارانشون رو زندانی میکنن و یا آزادی‌های روزنامه‌نگارانشون رو محدود میکنن. اما من این تصور رو باطل میدونم، به این دلیل که خیلی از روستایی‌ها الان به هر حال از طریق مختلف به اخبار واقعی دسترسی پیدا کردن و صدا و سیما حتی اون بخش از مخاطبانشون رو از دست داده. از طرفی من خب برام سوال بوده اینکه الان آیا هیچ خبرنگاری از طرف یکی از رسانه‌های غربی میتونه بره ایران و همین سوالی که خبرنگار صدا و سیما میپرسه رو از مردم ایران بپرسه. حالا میریم لندن پیش محمد حسینی، خبرنگار تلویزیون رها که گزارش دیشب اون تهیه کرده. یه قسمت ویدیو میبینیم که فیلم بردار صدا و سیما با یه لبخندی که انگار خیلی هرسش اومده و داره کلی هرس میخوره، دوربینش رو برمیگرده طرف تو و شروع میکنه از تو فیلم گرفتن. این حرکت اصلا یعنی چی؟ یعنی با این میخواد به تو چی بگه؟ این فیلم به درد چی میخوره؟ من در مقام جایگاهی نیستم که اینو بگم که اون فیلم به درد چیشون میخورد یا حالا میخوان با این فیلم چیکار کنن. ولی چیزی که واسه من جالب بود، من داشتم از ماجرا به صورت خیلی باگ، خیلی یعنی داشتم کل ماجرا رو نشون میدادم با یه موبایل خیلی معمولی، آیفون هم دستم بود، ولی این آقا به محض اینکه من دارم فیلم برداری میکنم با موبایل، دوربینش رو چرخون به سمت من و تقریبا 45 دقیقه تمام در از زوایای متفاوت، از فاصله های متفاوت از من فیلم برداری کرد. مسیح، تو فکر میکنی پس به عنوان یه خبرنگار این کاری که میخواست بکنه تهدید بود؟ یعنی با این میخواد مثلا بره تو تلویزیون پخش بکنه، یا مثلا میخواست به تو بگه که من اینو میدم به دولت؟ یعنی من فرق خبرنگاری رو میخوام اینجا بفهمم، چه ربطی به این داستان داشت؟ البته تو جوابشو که نمیدونی، ولی حدست چیه؟ من نمیخوام خیلی متهم بکنم به این دلیل که دانشم در مورد واقعا همه خبرنگارا و کارمندان صدا و سیما زیاد نیست، اما خب کاربردهای امنیتی هم ممکنه داشته باشه و این یه خورده توی فضای خیابون‌ها دیده شده که حتی در ایام اعتراضات یا خیلی مواقع وقتی کسی معترض هست می‌بینه صدا و سیما میره تو صورتش و فیلم می‌گیره که روبو وحشت ایجاد بکنه و بگه ما داریم از تو تصویری می‌گیریم که تو باید بترسی از اینکه در واقع اعتراض بکنه. خب این در واقع تحلیل وجود داره که نگاه امنیتی هست نه نگاه ژورنالیستی، به خاطر این خبرنگار رها وقتی با من بود از کل فضایی که در واقع فضای مصاحبه بود فیلم می‌گرفت.
تو انگلیس و آمریکایی که لاغر خودم توی زندگی میکنم، تا هر کانالی روشن میکنی یا هر روزنامه که باز میکنی میبینی که تا ته آخر دولت ازش انتقاد میشه، حتی کاریکاتورها و نقاشی ها و کارتونای مسخره کننده میکشن و حتی بعضی از شخصیت های مهم که برنامه هم دارن و یا که مثلا هنرپیشه و موزیسین هستن میبینی تا خط فحش دادن هم میرن. این خط قرمز بین جاهای مثل آمریکا و مثلا انگلیس که توش زندگی میکنی یا ایران، فرق این خط قرمز چیه و اگه این خط قرمز ما تو ایران رد بکنیم که کاملا خط قرمزش با بقیه جا با آمریکا فرق داره، اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته اونجا؟ خب ببینید، من فکر میکنم که در برخی از موارد دولت‌های غربی وقتی به خبرنگارانشون به روزنامه‌هاشون فشار میارن، از جمله مثل اتفاقی که برای گاردین افتاد، موضوع خوبی هست که همه ما روش در واقع تمرکز بکنیم و گزارش تهیه بکنیم و من دلم می‌خواست که صدا و سیما از این زاویه هم بهش نگاه بکنه و بهش بپردازه که مثلا الان سردبیر گاردین در مقابل دولت ایستاد و گفت من اسناد رو به شما نمیدم و منهدم کرد همه اسنادی که در اختیارش بود. این پرسش به وجود میاد که دولت ایران آیا اجازه میده که خبرنگار اطلاعاتی که داره برای خودش نگه داره یا نه؟ ما میبینیم که دولت ایران و نهادهای امنیتی به خونه روزنامه‌نگاران میرن، کامپیوتر شخصیشون رو میبرن و هرگز بهشون باز نمیگردونن یا ماها طول میکشه تا کامپیوتر در واقع دروازه‌خونشون رو بهشون بدن. در واقع میخوام این رو بگم که در کشورهای غربی هم طبیعتاً همه دولت‌ها خیلی از خبرنگاران خوششون نمیاد، آزادی‌هاشون رو ممکنه نقض بکنن، اما آزادی بیان برای روزنامه‌نگاران دیگر وجود داره که دولت رو به چالش بکشن.